با سلام به شما بینندگان تلویزیون کانال جدید، من حامد جمالی هستم. در بخش اول خبری امروز در برنامه رویدادها به همراه سایر دست‌اندرکاران، برنامه امروز سه‌شنبه 25 مرداد 1401 برابر با 16 اوت 2022 رو تقدیم حضور شما می‌کنیم. ابتدا نگاهی کوتاهی بندازیم به چند خبر مهم امروز. مردم شهر کرد در اعتراض به قطع آب آشامیدنی با شعارهایی مثل مرگ بر رئیسی، استاندار حیا کن، صندلی رو رها کن به کف خیابان آمدند. جمعی از زنان در تهران در اعتراض به حجاب اجباری و علیه سیاست‌های افزایش جمعیت تجمع کردند. جمعی از کشاورزان اصفهانی در اعتراض به کمبود آب و خسارات ناشی از بی‌آبی و همچنین خشکی رودخانه زاینده رود به خیابان آمدند. امروز تعدادی از داوطلبان کنکور سراسری در اعتراض به مصوبه جدید کنکور مقابل ساختمان سازمان سنجش آموزش کشور تجمع کردند. پاسخ مکتوب جمهوری اسلامی به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام ارسال شد. شب دوشنبه 24 مرداد 1401 جمهوری اسلامی پاسخ کتبی خودش به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای برجام را ارسال کرد. مذاکرات احیای برجام از فروردین 1400 آغاز شد و تا دوشنبه هفته پیش در وین ادامه داشت. این مذاکرات بر سر دو محور اصلی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و تحریم‌های آمریکا مابین جمهوری اسلامی، دولت آمریکا و اتحادیه اروپا انجام می‌شد. هفته گذشته با اتمام مذاکرات، اتحادیه اروپا به عنوان میانجی متن توافق را برای طرفین ارسال کرد، با این توضیح که این متن نهایی است و بر سر مفاد اون مذاکره نخواهد شد و جمهوری اسلامی تنها میتونه موافقت یا مخالفت خودش رو با این متن اعلام بکنه. طبق این متن جمهوری اسلامی در مورد موضوع هسته‌ای باید متعهد بشه که در مورد سه سایت هسته‌ای مورد سوال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با این آژانس به توافق برسه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی خواستار تضمین‌هایی در مورد تحریم‌های اقتصادی تا در صورتی که دولت بعدی آمریکا از برجام خارج شد، شرکت‌های طرف قرارداد جمهوری اسلامی تا زمان مشخصی دچار تحریم‌های دولت آمریکا نشن. امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی از موافقت شفاهی و نسبی آمریکا با دو درخواست حکومت ایران در مذاکرات احیای برجام خبر داده و گفته که دولت ایالات متحده در مورد یک مورد هم باید انعطاف نشان بده. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده هم اعلام کرده تنها راه دستیابی به توافق برای بازگشت دو جانبه برجام اینه که ایران از خواسته های غیر قابل پذیرش و فرابرجامی خودش دست برداره. جزئیات محتوای پاسخ جمهوری اسلامی هنوز روشن نیست، اما گمان زنی هایی در مورد آن وجود داره. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در حال بررسی پاسخ جمهوری اسلامیه. در مورد این تحولات اخیر در مورد احیای برجام با اصغر کریمی رئیس هیئت اجرایی حزب کمونیست کارگری ایران گفتگو خواهیم کرد. ضمن خوشامدگویی به شما اصغر کریمی، پرسش اول من اینه که با توجه به این آخرین اخبار که در مورد مذاکرات بین دو طرف تا به این لحظه ما دریافت کردیم و پاسخی که جمهوری اسلامی ارسال کرده، ارزیابی شما از این تعاملات چیه؟ این پیچیدگی‌هایی که مذاکرات احیای برجام به خودش گرفته از چه شرایط و زمینه‌هایی ناشی میشه؟ بله، به نظر میاد مفاد قطعنامه رو، توافقنامه رو جمهوری اسلامی پذیرفته، یعنی خطوط اصلیش رو پذیرفته و احتمالاً وارد جزئیاتی شده باشه. خب روشنه که جمهوری اسلامی تا همین چند روز پیشم گفت این مد برآورد کننده تامین کننده منافع ما نیست و قبلش هم گفته بود که باید خط قرمزهای ما رو در نظر بگیرین، ولی علارغم اینکه هنوزم توافقنامه مفاد اصلی سر جاش مونده، جمهوری اسلامی به نظر میاد پذیرفته و کوتاه اومده، از جمله در مورد اینکه سپاه پاسداران همچنان در لیست گروه‌های تروریست باقی میمونه و بخش زیادی از تحریم‌ها همچنان پابرجا میمونه. اون تحریم‌هایی که آمریکا میگه که مربوط به فرجام نیست و میخواد که جمهوری اسلامی باید دست برداره از این خواسته غیر به اصطلاح
تناسبی نداره، با موردی نداره در مورد قطعنامه توافقنامه برجام، میگه باید دست برداره. به نظر میاد جمهوری اسلامی دست برداشته و کلا پذیرفته. حالا اینکه جزئیات این توافق باید منتشر بشه تا دقیقا ببینیم چی هست، ولی به نظر میاد آمریکا در مورد مسائل موشکی فعلا گفته که ما وارد این بحث برجام نمی کنیم و اونو جداگانه برخال خارج از مسئله برجام دنبال میکنن. در صورت اون چی که این باید منتظر شد تا این توافقنامه منتشر بشه ببینیم چیه، ولی به نظر میاد کلا در چارچوب اون چارچوب کلی توافقنامه رو جمهوری اسلامی پذیرفته و حالا باید منتظر جواب اتحادیه اروپا و ببینیم واقعا آیا به نتیجه کاملا میرسه یا نه، چون مدت های طولانی میدونیم کش و قوس بوده سر این مسئله، ولی به نظر میاد به توافق با کوتاه اومدن جمهوری اسلامی به توافق دارن نزدیک میشن. بله، اما خب اجازه بدید دو حالت رو بررسی کنیم در صورتی که این توافق امضا بشه یا نشه. اول در صورتی که جمهوری اسلامی و آمریکا این متن رو امضا نکنن، فکر میکنید شرایط سیاسی جمهوری اسلامی به چه شکل تغییر میکنه اگه امضا نشه؟ اگه امضا نشه به نظر میاد چون گفته بود اتحادیه اروپا گفته بود دیگه فرصتی باقی نمونده واسه مذاکرات و بنابراین آخرین فرصته و جمهوری اسلامی باید تصمیم خودش بگیره و جمهوری اسلامی هم ظرف مدت کوتاهی جواب خودش رو داد. اینه که اگر به توافق نرسه ممکنه دیگه مذاکرات قطع بشه و وارد فضا و فاز دیگه‌ای بشه این مذاکرات و این کش و قوس ها. ولی در هر صورت یک نکته مسلمه و اون که حتی اگر برجام کاملا به توافق برسه، حتی اگر تمام تحریم ها برداشته بشه، کش و قوس تنش در منطقه باقی میمونه و از نظر اقتصادی بحران جمهوری اسلامی نه تنها تخفیف پیدا نمیکنه بلکه تشدید میشه. یکی از کارشناسان جمهوری اسلامی همین فکر میکنم سال قبل بود گفت که اقتصاد کاملا ورشکسته است و اگر به برجام به توافق برسیم ممکنه 5 سال طول بکشه تا این ورشکستگی کاملا خودش آشکار کنه، ولی اگه به توافق نرسیم 2-3 سال، یعنی حد اکثر 2-3 سال تفاوت این است که به توافق برسن یا نه. در هر صورت گفته بود که ورشکستگی قطعیه. منظورش از ورشکستگی این بود که جمهوری اسلامی بحرانش که خب خیلی عمیقه و در طول این 43 سال هم دائما عمیق‌تر شده، منظورش این بود که اگر به ورشکستگی به جایی میرسه که حتی حقوق کارمنده و پرسنلش هم حکومت نمیتونه بده و کاملا دیگه اقتصادش فرو میپاشه و اون وقت وارد کلا جامعه وارد فاز دیگه میشه و هشدار داده بود و اعلام خطر کرده بود. خب میگم تفاوتش اینه، ما قبلا هم شاهد بودیم در دوره اوباما به توافقاتی رسیدن و منتها هیچ کمکی به بحران جمهوری اسلامی همچنان تشدید شد، فقر و بیکاری و گرانی و بدبختی همچنان بیشتر شد. سال 96 علارغم اینکه به توافقاتی رسیده بودن و یه مقدار پول به حساب جمهوری اسلامی ریخته شد، با شورش قوی 150 شهر در شهرهای ایران در دهه 96 مواجه بودیم. میخوام بگم تا اونجایی که مربوط به مردم هست، با برجام یا بی برجام وضع مردم بدتر میشه، با برجام یا بی برجام گرانی بیشتر میشه، بحران اقتصادی حکومت بیشتر میشه و هیچ راه حلی نداره، چون راه حل مسئله اساس بحران جمهوری اسلامی سیاسی هست. کل این بحران اقتصادی به خاطر اون روبنای ایدئولوژیک سیاسی جمهوری اسلامی، تنش منطقی و رابطه با غرب و این مسائله، و تا این مشکل سیاسی حل نشه معضلات اقتصادی و این تنش‌ها و این بحران نه سیاسی نه اقتصادی پایان پیدا نمی‌کنه و راه حل سیاسی هم تنها با از بین رفتن جمهوری اسلامی، با سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیره. در نتیجه مردم منتظر، به نظر مردم به این آگاهی رسیدن که این برجام و غیر برجام و این مذاکرات قرار نیست کوچکترین دردی از دردهای مردم رو دوا بکنه. بله، اجازه بدید با هم سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و واکنش‌های کاربران به این تغییر و تحولات اخیر روی نگاهی بهش بندازیم. کاربری می‌نویسه: مردم ایران که آب از سرشون گذشته، برجام امضا بشه یا نشه از این فلاکت در نمیان، ولی اگر امضا بشه قطعا وضعیت زندگی حزب الله لبنان، بشار اسد، حماس، هشت الشعبی و حوثی‌ها و نایاک و یک لشکر مالکش پخش شده در سراسر جهان واقعا
متحول میشه. کاربر دیگه مینویسه ما نه تنها زندگی و جوانیم رو سر این برجام و مذاکرات شما باختیم، رفقامون رو هم باختیم. همین امشب که گویا قرار توافق کنید، یکی از آخرین دوستانم در راه فرودگاهه، چون از انتظار برای بهبود خسته شده بود. بله آقای قاضی، دیگه به حال ما خیلی چیزا فرق نداره. کاربر دیگه مینویسه گیریم که برجام رو احیا کردید با شکمهایی که 7 سال با کاسبی تحریم پر شد، با عمر رفته ما، با جوانی برباد رفته، با نفرت کاشته شده در دل مردم چه می کنید؟ و همینطور کاربر دیگه می نویسه با اولین پول حاصل از برجام میان سراغ به قول خودشون تقویت زیرساخت اینترنت ملی. اصغر کریمی به شما برمیگردم. پرسش آخر من اینه که در صورتی که خب توافق حاصل بشه حالا و جمهوری اسلامی و آمریکا اون رو امضا بکنن، فکر میکنید شرایط جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در داخل و خارج به شکل چه شکلی در میاد؟ اگر نکته دیگه هم ضروری میدونید حتما اضافه بکنید. بله خیلی متشکرم. همینطور که یکی از کاربرای مدیای اجتماعی نوشته بود، مردم قرار نیست، یعنی انتظار معجزه ای از برجام ندارن. ببینید برجام سر توافقات اتمی و تحریم هاست کلن. در نتیجه مسائل منطقه‌ای، تنش‌های منطقه‌ای یمن و سوریه و عراق و غیره سر جاش باقی میمونه و این هزینه‌های زیادی رو به جمهوری اسلامی تحمیل میکنه و میبینیم که تو منطقه هم دارن عقبش میرونن و مسئله جنگ اوکراین و اینکه بیشتر جمهوری اسلامی رفت تو بغل روسیه و چین، اینا کمکی بهش نمیکنه، چون خود روسیه بیشتر منزوی شده و به اصطلاح موضع قدرتمندی در سطح دنیا و جهان نداره که حالا بخواد مشکل جمهوری اسلامی رو حل کنه. به اضافه اینکه معضلات اقتصادی، تکنولوژیکی، بازار و همه اینا در ایران وابسته به بهبود رابطه با غرب، بهبود یه رابطه‌ای که اونچنان ثبات امنیتی اقتصادی و ثبات سیاسی به وجود بیاد در ایران که کشورهای دیگه حاضر باشن به سرمایه‌های سنگین و درازمدت در ایران کنن. این مطلقاً کسی انتظاری نداره، یعنی خود جمهوری اسلامی هم انتظاری نداره اینکه کشورهای شرکت‌های غربی، کمپانی‌های بزرگ حاضر به همچین سرمایه‌گذاری‌هایی باشن. تا اونجا که به مردم مربوطه، این قضیه برجام الان بین مردم زیاد مطرح نیست. قبلا ممکن بود 5 سال پیش 4 سال پیش بیشتر مطرح باشه این مسئله، قبلا یا رابطه با غرب، مذاکرات به طور کلی قبلا توجه بیشتری جلب کنه. حالا اصلاح طلب و اصولگرا و رسانه‌هایی که دائم همین موضوع رو برجسته میکنن ممکن بود خیلی بیشتر به سوی مسئله رو داغ بکنن، سعی کنن به افکار عمومی تبدیل بکنن، سعی کنن مردم رو منتظر یه همچین توافقاتی نگه دارن. ولی الان مردم هم اصلا عکس العمل و حساسیتی نشون نمیدن، چون به تجربه بارها و بارها دریافتن که اولا این مذاکرات معلوم نیست به کجا برسه، تنش‌ها تموم نمیشه، مشکلات تموم نمیشه. دومی که تموم بشه یا نشه، مثل اینکه به نظر میاد تا موقعی که جمهوری اسلامی هست وضع مردم از نظر به اصطلاح اقتصادی بدتر، از نظر بیحقوقی بدتر، با یه حکومت سرکوبگری که هیچ راه حلی واسه مسائل مردم، ساده ترین نیازهای مردم نداره مواجهن. همین امروز مردم اصفهان دست به تجمع زدن به خاطر بیابی، مردم شهر کرد دست به تجمع بزرگی زدن علیه بیابی، بازنشسته و معلم و کارگر و زن و دانشجو و غیره مدام دارن اعتراض میکنن، چون مردم راه خودشونو الان پیدا کردن، میدونن که منتظر هیچ معجزه‌ای در رابطه با غرب نباید باشن، میدونن که قرار نیست از طریق دول غربی نجات پیدا بکنن مگر اینکه رو پای خودشون متحد مصمم بشن، اتحادشون بیشتر بکنن، متشکل‌تر بشن و قدرتمندتر در مقابل جمهوری اسلامی به میدون بیان. مردم سال‌هاست دیگه منتظر نیستن و دارن سازمان‌های خودشون، شبکه‌های خودشون، روابط خودشون رو شکل میدن و این تنها راهیه که بالاخره به یه جایی برسونن حکومت رو که در لبه پرتگاه قرار بگیره. اون وقت دول غربی هم مجبورن کوتاه بیان و دست از به اصطلاح رابطه با جمهوری اسلامی بردارن و حتی بایکوت بین المللیش بکنن. به هر حال این وضعیتیه که مردم باش مواجهن و در هر صورت درود مردم به درست در واقع تشخیص دادن که این موضوع مشکل کمکی به رفع مشکلاتشون نمیکنه و راه رو در سرنگونی میبینن و راه حل سرنگونی هم طبعا اتحاد مردم، گسترش اعتراضات، متحد شدن و همبسته شدن در سراسر کشور است. من فکر میکنم این وضعیتیه که امروز در ایران حاکمه. چه مذاکرات برجام به نتیجه برسه، توافق بکنن و چه نکنن، مردم مسیر خودشون رو باید طی کنن و دارن طی میکنن. بله
با تشکر از شما اصغر کریمی که در برنامه امروز رویدادها شرکت کردید. بینندگان تلویزیون کانال جدید از شما دعوت میکنم که گزارش صوتی، تصویری و کتبی از محله و شهر خودتون از طریق شماره تماس تلویزیون کانال جدید که روی صفحه مشاهده میکنید برای ما ارسال بکنید. به پایان بخش اول برنامه رویدادهای امروز میرسیم. تا دقایق دیگه از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در ادامه برنامه رویدادها.